سونی های تندروی جبهت و نصره همچنان به اقدامات خشونتبار خود در سوریه ادامه میدهند. معاون فرمانده مرکز روسیه آشتی نیروهای متخاسم در سوریه اعلام کرد که ترویست های گروه جبهت و نصره مستقر در منطقه ادلب طی شبان روز گذشته پنج و سه بار آتش بس را نغز کردند. همکارم علی گزارش می دهد. دریادار الکساندر کارپوف معاون فرمانده مرکز آشتی نیروهای متخاسم در سوریه که زیر نظر وزارت دفاع روسیه فعالیت دارد در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که نیروهای تروریستی جبهه النصره بیش از پنجاه بار پیمان صلح و توقف درگیری های نظامی را نقص کرده و به کرات از استان ادلب به برخی استانهای سوریه شلیک کردند این مقام نظامی توضیح داد تروریست های جبهه النصره مستقر در منطقه ادلب در سوریه دست کم پنجاه و بار مفاد آتش بس را نقض کرده و به مناطق مجاور در استانهای لازقیه، حلب و هما شلیک کردند در یادار کارپوف یادآور شد که مرکز روسیه آشتی نیروهای متخاصم در سوریه از دیگر فرماندهان تمامی گروه های مسلح غیرقانونی میخواهد تا از اقدامات تحریک آمیز مسلحانه دست برداشته و در مسیر حل و فصل مسالمت آمیز اوزا در مناطق تحت کنترل خود گام بردارند تا روند اوزا در این مناطق وخیم نشود گفتنی است جبهه النصره از گروه های سنی تندرو و تروریستی ایجاد شده توسط عربستان سعودی و مورد حمایت کامل این کشور است شاید بتوان گفت جبهه النصره اکنون با هدف امتیازگیری و ایجاد فشار علیه رقبای عربستان دست به چنین کاری میزند تا شاید بتواند کمی از فشار گروه انصار الله در یمن را کم کند